به نام یزدان، داستان رسوایی کاهن معبد و دستور قتل یک دختر بچه. بچه نزد استاد معرفت رفت و گفت مامانم میخواد برای راضی کردن خدای معبد به خاطر محبتی که به کاهن معبد داره خواهر کوچکمو قربانی کنه. لطفا خواهر بیگناهمو نجات بدی. استاد سراسیمه به سراغ زن رفت و با حیرت دید که زن دست و پای دختر خردسالش را بسته و در مقابل در معبد قصد دارد با چاقو سر دختر را ببرد. جمعیت زیادی زن بخت برگشته را دوره کرده بودند و کاهن معبد نیز با غرور و خونسردی روی سنگ بزرگی کنار در معبد ایستاده و شاهد ماجرا بود. استاد به سراغ زن رفت و دید که زن به شدت دخترش را دوست دارد و چندین بار او را در آغوش می‌گیرد و می‌بوسد، اما در این حال می‌خواهد کودکش را بکشد تا بت اعظم او را ببخشد و برکت و فراوانی به زندگی او ارزانی دارد. استاد از زن پرسید چرا دخترت را قربانی می‌کنی؟ زن پاسخ داد کاهن معبد گفته که باید عزیزترین پاره وجود خودم رو قربانی کنم تا بت اعظم منو ببخشه و به زندگیم برکت و جاودانگی بده. استاد تبسمی کرد و گفت این دختر که عزیزترین بخش وجود تو نیست، چون تو تصمیم به هلاکتش گرفته ای. عزیزترین بخش زندگی تو همین کاهن معبد است که به خاطر حرف او تصمیم گرفته ای دختر نازنینت را بکشی. بت اعظم که احمق نیست، او به تو گفته است که باید عزیزترین بخش زندگیت را از بین ببری و اگر تو اشتباهی به جای کاهن دخترت را قربانی کنی هیچ اتفاقی نمی افتد و شاید به خاطر سرپیچی از دستور بت اعظم بلا و بدبختی هم گریبانت را بگیرد. زن مقداری مکس کرد، دست و پای دخترک را باز کرد و او را در آغوش گرفت. آنگاه در حالی که چاقو را محکم در دست گرفته بود به سمت پله سنگی معبد دوید، اما هیچ اثری از کاهن معبد نبود. میگویند از آن روز به بعد دیگر کسی کاهن معبد را در آن اطراف ندیده. هیچ چیز ویرانگرتر از این نیست که متوجه بشیم کسی که به آن اعتماد داشتیم عمری فریبمون میداده. در جهان تنها یک فضیلت وجود داره و اون آگاهی و خرده، و تنها یک گناه و اون جهل و نادانیه. داستانی زیبا از عارف بزرگ مولانا جلال الدین بلخی. دوستان گلم، ممنونم که ما رو دنبال میکنید.